سه، آقای عزیزی نشست، پاهایش را دراز کرد، سرش را تکیه داد، دستهایش را روی هم گذاشت و با خودش گفت: کاش می رفتم، کاش پا می شدم، وای می سادم، کاش اینجا نبودم. چند هزار بار باید از کیک تولد آقای حیدری خورد. دیگه جا ندارم، هیچ وقت نداشتم، از روز اول دلم نمیخواست بخورم ولی خوردم، خندیدم، سرمو تکون دادم و گفتم به به چه خوشمزه است. چرا؟ شاید نمیخواستم دلش رو بشکنم، شاید به خاطر اصرار رفقا بود، نمیدونم. فقط دیدم که دارم میخورم، بیشتر و تندتر. میخواستم بالا بیارم ولی ملچ ملوچ کردم و لقمه های گنده تر برداشتم. تهمونده بشقابا رو خوردم و سر انگشتام و لیس زدم. از بشقاب زنم خوردم و از بشقاب کنار دستیم. دلم میخواست بگم نه، بگم نمیخوام، بگم دوست ندارم، ولی روم نشد. دلم میخواست بشقابم رو به دیوار بکوبم ولی محکم نگهش داشتم که نیفته. یه بشقاب دیگه هم ورداشتم و به سینم چسبوندم و باز خوردم. اما دیگه نمیتونم، تا تو سرم، تا تو گوشام، تا لای موهام، تا توی خوابام پر از کیک تولد دوستانه، آقای حیدری، انوری، هاشمی و اونای دیگه. پس بهتره که برم همین الان. 1، 2، 3. دنبال دستهایش گشت، دنبال پاهایش، دنبال بدن خستش که ته مبل فرو رفته بود، دنبال فکرهای پراکندش. می دانست که باید باشد، چون تولد آقای حیدری بود، چون تیک تاک ساعتش را می شنید، چون صدایی گفته بود آقا از ملاقاتتون خوشبختم، چون رفقا به افتخار کار جدیدش نوشیده بودند، چون کارتش به سبد گلی که آورده بود سنجاق شده بود و از دور برق می زد، چون زنش باز آبستن بود، چون عکسش توی آینه قدی دیوار تکان می‌خورد و یک نفر آن طرفتر از دکمه‌های سردست و پارچه اعلای شلوارش تعریف می‌کرد. با این حال خودش را پیدا نمی‌کرد. چیزی میان اعضای بدنش فاصله انداخته بود و هیچ خطی حدود بدنش را مشخص نمی‌کرد. انگار ادامه مبل‌ها و ظروف روی میزها بود، ادامه مردی که کنارش ایستاده بود و زنی که از دور نگاهش می‌کرد. یک نفر چیزی گفت و روی شانه‌اش زد. پرسید: همینطوره؟ زنش آهسته توی گوشش گفت: عزیزم، مراقب حرفایی که می‌خوای بزنی باش، اینجا پر از آدم غریبه است. آقای عزیزی سرش را تکان داد و به ناشناسی که کنارش ایستاده بود با احتیاط نگاه کرد. خیاری را که توی دستش بود گاز زد و به زور جوید. روبرویش روی دیوار یک آینه بزرگ قدی بود. نصف سر، نصف صورت، نصف شانه‌اش آنجا بود. به خودش نگاه کرد. به دهان پر و تکه‌های سبز خیار میان دندان‌هایش، به کله گرد و گوش قرمزش که مثل دنبه‌ای پیر کنار موهایش آویزان بود. با خودش گفت: این منم؟ نیمخیز شد تا خودش را بهتر ببیند. گردنش توی گوشت‌های شانه گم شده بود و پوستش از فراوانی چربی به زردی می‌زد. شکل یک تشک بادی شده بود، نرم و پف کرده و پت و په. باورش نشد. رویش را برگرداند و با خودش گفت: این چشمای من نیست، نگاه من نیست، دست و پا و بدن من نیست. به خودش فکر کرد، به تصویری که از آدمی به اسم عزیز الله عزیزی داشت. خودش را دید میان رفقا، بلند تر از همه، چابکتر، سالمتر، خوشبختتر. خودش را دید در انبوه روزها و لحظه ها، اینجا، آنجا، بی قرار و ملتهب و همیشه منتظر، منتظر زندگی، منتظر روزهای بعد و چیزی بزرگتر و بهتر از آنچه داشت، از آنچه بود. گفته بود: رفقا،
اینم از درس و تحصیل، خلاص شدم، تموم شد، حالا وقت زندگیه، برین کنار، نوبت منه. خودش را دید با اولین احساس عشق، گیج، بهت زده، خوشبخت. قسم خورده بود، وعده ها گذاشته بود با خودش و با آن دختر نیمه چاق سفید. نقشه زندگیش را با تمام حساب‌های دقیقش کشیده بود و خندیده بود به تمام نگاه‌های مشکوک ناباور. گفته بود رفقا، خدا با منه، این همون زنیه که می‌خواستم. یاد آن روزی افتاد که سرش را تراشیده بودند، لباس سربازی به تنش نمی‌خورد، شلوارش تنگ بود و کوتاه. آقای هاشمی برایش یک قابلمه غذا آورده بود. شب بدی بود. رفقا کنار اتوبوس صف کشیده بودند. چمدانش دست آقای انوری بود. برف می آمد و یک نفر پشت سرش گریه می کرد. صورتها پشت شیشه بخار گرفته اتوبوس شکل انسانی نداشتند. سعی کرده بود رفقا صدایش را نشنوند. گفته بود عزیز دلم، 2 سال سربازی که چیزی نیست. تا چشم هم بذاری تموم میشه. من که نمیرم بمیرم. سعی کرد آن صورت گرد و لبهای باریک کمرنگ و پاهای گوشت‌آلود را به یاد آورد. آن موجود فراموش شده‌ای که اولین اصل مطلق همه حسابهایش بود. اولین شب سربازی خوابش نبرده بود. شب دوم تمام بدنش درد می کرد. شبهای بعد سردش بود و ذهنش از فکر سرما یخ بسته بود. با این حال زیر لب روزها را شمرده بود. هر ماه را علامت زده بود و صبر کرده بود تا این 2 سال تمام شود. تمام هم شده بود، ولی به همراه خیلی چیزها. زنش پرسید عزیزم به چی فکر میکنی؟ آقای عزیزی سرش را بلند کرد و با عجله خندید. یادش افتاد که نباید کاری بر خلاف همیشه کند. زیادی یادش بیاید، زیادی ببیند، زیادی فکر کند، زیادی خوشبخت یا بدبخت باشد. باید فقط باشد، بسیار مختصر، میان دست‌ها و صداها و پاها، میان صندلی‌ها و ظرف‌ها و پنجره‌ها، میان قاشق چنگال‌ها. آقای حیدری از دور نگاهش می‌کرد. آقای عزیزی به ناشناسی که کنارش ایستاده بود گفت: چرا نمی‌فرمایید؟ و خودش را کنار کشید و جا باز کرد. به صدایی که کنار گوشش پچ پچ می کرد گوش داد. به صورتی که جلوی صورتش بود نگاه کرد. لیوانش را به سلامتی آقای حیدری بالا برد و نوشید. با خودش گفت کاش این آینه لعنتی به دیوار نبود. رویش را برگرداند و به اطراف نگاه کرد. به پرده های راه ریشه دار، به کاغذ دیواری گلدار، به عکس‌های رنگی آقای حیدری روی دیوارها، دور آینه، روی میزها، به کاسه بشقاب‌های گل مرغی که روی بوفه ردیف چیده بودند، به گلدان‌های کریستال روی میزها، به شمعدان‌های نقره توی نایلون، به گل‌های مصنوعی، به مجسمه‌های چینی، به سگ و گربه و پرنده‌های شیشه‌ای سر بخاری، به آباژورهای منگوله دار، به رادیو و تلویزیونی که رویشان را پوشانده بودند، به پوست پلنگی که روی قالی انداخته بودند و کله گوزنی که بالای در بود، به عروسک کوکی که زنگ میزد و چراغ زیر دامنش روشن و خاموش میشد، به میزهای اضافی و صندلی‌های آهنی، به جعبه‌های غریب و بطری‌های خالی. ترسید. نگاهش میان این همه چیز گم شده بود. نمیدانست چطور می شود از میان همه اینها گذشت و به آن طرف اتاق رسید. یک عمر می خواست، یک ابدیت. دلش می خواست همه جا بود جز اینجا. دلش می خواست پا می شد می رفت. گفته بود خب اینم از سربازی. 2 سال بدی بود ولی گذشت. حالا دیگه وقت زندگیه. البته زندگی بدون آن دختر سفید نیمه چاق زیاد به دلش نمی نشست. ولی خب به قول رفقا قسمتش نبود. اینطور چیزها پیش می آید. یک روز هم دیده بودش از دور با شوهر و بچهش و بعد دیگر فکرش را نکرده بود. زنش پرسید عزیزم داری به چی نگاه می کنی؟ آقای عزیزی خودش را جمع جور کرد.
عطسش را قورت داد، دستمالش را درآورد و با دقت گوشه لبهایش را پاک کرد. زانوی شلوارش را تکاند و به مهمانها لبخند زد. یک نفر آن طرف اتاق خوشحال بود، با همه حرف می زد، احوال همه را می پرسید. یک نفر آن طرفتر از دردهای معده و سرگیجه‌های غریبش می گفت. اسم همه دکترها را می دانست و به همه فحش می داد. یک نفر به دنبال حل معادلهی مجهول بود، با خودش حرف می زد و اعدادی توی هوا می نوشت، ضرب و بخش می کرد. یک نفر از خودش می گفت و از گوشه چشم خودش را توی آینه قدی دیوار نگاه می کرد. یک نفر به جدول نیمه تمامش خیره مانده بود. ته مدادش را جویده بود، دور روزنامه را هم جویده بود، دکمه های کتش را کنده بود و از گوشه ناخونهایش خون می آمد. یک نفر هیچ کار نمی کرد. آقای عزیزی یواشکی به ساعتش نگاه کرد و یادش افتاد که اگر می خواهد برود باید تا دیر نشده بجنبد. در می زدند. از توی راه رو صدای ماچوبوسه می آمد، صدای دامنهای ابریشمی و جرق جرق به کفشهای نو. یک نفر پرسید پس کی که تولد آقای حیدری رو کی میارن؟ آقای عزیزی به در نگاه کرد، به پنجره، به سوراخ بخاری، سعی کرد خودش را بگیرد و بلند کند، نمی شد. انگار هزار وزنه فولادی به تنش بسته بودند و قوه جاذبه زمین زیر پایش هر لحظه زیادتر و زیادتر می شد. یقه پیراهنش تنگ بود و کفش‌های نو پایش را می زد. دلش می خواست کراواتش را درآورد. قلابه آهنی کمربندش را که توی شکمش فرو رفته بود بشکند، دور بیندازد. دلش می‌خواست عینکش، ساعتش، انگشترهای فیروزه و عقیقش، سنجاق کراواتش، دکمه سر دست‌های سنگی و عظیمش، قوطی سیگار آهنی و فندک نقره‌اش، خودنویس‌های طلا، دست کلید خانه و ماشین و گنجه‌ها، دفترچه یادداشت و تقویمش، همه اینها را درآورد، دور بریزد، سبک شود، نفس بکشد، پا شود و برود. از بیرون صدای باد می آمد، صدای پاهایی که در حرکت بودند، صدای عبور شب از میان شهر. پشت آن پنجره خبرهایی بود، فضا بود و آسمان و خیابانهایی که می شد گرفت و رفت. پشت آن دیوارها دنیا بود و زندگی و تاریخ و هزاران لحظه حیرت انگیز بدی و آنجا می شد ایستاد و نگاه کرد و پرسید و شاید چیز تازه یافت و از آنجا شروع کرد و از آنجا بود و باز از همه اینها گذشت و دوباره اوج گرفت، دوباره رفت و دوباره بود. زنش گفت عزیزم یکم حرف بزن، مثل همیشه باش. مردی که جدول حل می کرد آهسته کنار گوشش گفت فقط سه حرفه، اولش الف، آخرش قاف، عتق، عجق، عسق، چی؟ آقای عزیزی گفت عذر میخوام، نمیدونم، واقعا متاسفم. آقای انوری میخواست نامه آقای مهدوی را برایش بخواند. 20 صفحه بود. آقای عزیزی سعی کرد کنجکاو و با حوصله باشد. توی دلش گفت چه کار کنم؟ برم یا صبر کنم حرفش تموم شه؟ میترسم بهش بر بخوره، میترسم برنجه. گفته بود حیدری جان از محبتت متشکرم، ولی این کار به درد من نمیخوره. من نمیتونم کارمند اداره بشم، نمیتونم توی اتاق بمونم، یه جا بند بشم، منو که میشناسی. آقای انوری گفته بود احمق جان، اینم یه جور تجربه است، مرد که نمیشه ول بگرده. آقای هاشمی گفته بود خوب نیست دل حیدری رو بشکنی، یه مدت برو بعد نخواستی ول کن. گفته بود باشه، محض خاطر شماها، فقط چند ماه، شایدم چند روز. صدای آقای انوری دور سرش چرخ می زد.
آقای مهدوی افتاده بود توی حوض، داشته خفه می شده. طلعت خانم رسیده کشیدتش بیرون، اونقدر کرده تا نفسش برگشته، بعد تا می خورده زدتش. آقای دری گفت عجیبه، واقعا خدا رحم کرد. آقای انوری گفت ولی عجیبتر همسایه تازه شونه، فعلا دندون پزشکه، قبلا خیاط بوده، یه موقع هم تو رادیو میخونده. 4 تا از دندونای آقای مهدوی رو کشیده، دندونای شهردار و معاونش رو هم کشیده، دندون نصف شهر رو در آورده، تنها به طلعت خانم زورش نرسیده، یه مش خورده و پس افتاده. چند نفر گفتند واقعا عجیبه. آقای هاشمی خودش را به زحمت کنار آقای عزیزی روی مبل جا داد، دستش را دور شانه آقای عزیزی انداخت، آلبوم روی میز را برداشت، ورق زد و آه کشید. شیرین خانم یک گوشه تنها ایستاده بود، حوصله نداشت، لباس سیاهش هنوز تنش بود، قصه آقای احمدی بیمارش کرده بود، نگاهش آشنا بود، چیزی را از ته دل آقای عزیزی بیرون می کشید، چیزی رفته و فراموش شده. آقای هاشمی با آرنج به پهلویش زد، گفت این عکس رو دیدی؟ خرداد 1327، تولد حیدری عزیزه، هممون هستیم دست در دست مثل همیشه. آقای عزیزی به آن شب فکر کرد و دلش فرو ریخت. به خرداد 1328 فکر کرد و خرداد 1329 و 30 و 31. به آقای حیدری نگاه کرد و آقای انوری و هاشمی و عسکری. به خرداد 1357 فکر کرد و خرداد 67 و خرداد 87 و خرداد 1397. به 2000 سال تولد آقای حیدری فکر کرد و لرزید. با خودش گفت هممون هستیم، اسکلت‌های وفادار، دست در دست هم، درست مثل امشب، دور هم، با یه آلبوم قطور 3000 صفحه‌ای و 1,000,000 عکس یادگاری، با یه کیک گنده و 2000 شمع و باز سال بعد و بعد و همیشه. رفقا گفته بودند به به مبارک آقای رئیس، اسم برازنده است. گفته بود چی میگین، شوخی میکنین؟ نکنه راست راستی باور کردین که من دنبال این چیزام؟ مگه حرفای من یادتون رفته؟ عکاس هم خبر کرده بودن. یک نفر گفت پاشیم یه عکس یادگاری بگیریم، یادگار 40 سالگی آقای حیدری. آقای عزیزی با اندوه به عکاس نگاه کرد، زنش آمد و پشت سرش ایستاد، خم شد و دستهایش را دور گردنش حلقه کرد، گفت سر تو بالا بگیر. آقای عزیزی سرش را بالا گرفت و به خودش گفت خرداد 1387 اونجاست، منتظرمه، نگام میکنه، تمام لحظه های گذشته و آیندم اونجاست، میخکوب ساکن، فقط یه عکس، یه عکس ابدی. آقای هاشمی گفت صبر کنین شیرینکم بیاد. آقای عزیزی دستش را از روی دسته مبل برداشت تا شیرین خانم بنشیند. زنش گفت توی دوربین رو نگاه کن. آقای عزیزی نگاه کرد. کله آقای هاشمی زیر چانهش بود، سر شیرین خانم روی شانهش. عکاس گفت نزدیکتر بشین. یک نفر داشت بشقاب‌های کیک‌خوری را میان همه تقسیم می‌کرد. آقای عزیزی فکر کرد هیچ کس حق نداره به من که میخوام برم بگه نرو، هیچ کس حق نداره به من که میخوام حرف بزنم بگه خفه شو، به من که میخوام باشم بگه بمیر و بی سر و صدا بمیر، هیچ کس نمیتونه منو مثل یه حشره خوش دیده به یه نقطه سنجاق کنه. اگه قرار اتفاقی بیفته بیرون از این اتاقه، اینجا فقط سایه است و تاریکی و حساب دقیق تولدها، 30 سالگی، 40 سالگی، 60 سالگی،
حساب دقیق زمان و شمارش چیزها و دلهره نیستی و حرف حرف حرف. نه دیگه نمیتونم بشینم و نگاه کنم، باید پاشم همین الان. فقط کافیه که دستم و از زیر تنه آقای هاشمی درارم، دستای زنم و از دور گردنم واز کنم، سر شیرین خانم و از روشونم بلند کنم، بشقاب آجیل و از روی زانون بردارم، پاهامو از لای پایه های میز بیرون بکشم و برم. زنش گفت عزیزم میخوام وقتی کیک تولد آقای حیدری رو آوردن پاشی آواز بخونی. آقای جلیلی گفته بود کسی که میخواد بره سوال نمیکنه، منتظر نمیشه، میره. گفته بود جلیلی جان میدونم حق با توست، ولی من خستم نمیتونم پاشم، تمام روز کار کردم، تمام شب بیدار بودم، تنم سنگین شده، سرم گیج میره، دلم درد میکنه، چرا نمیفهمی؟ شیرین خانم گفته بود وای آقای عزیزی چرا اینقدر چاق شدین؟ آدم میترسه. صدای دست زدن میآمد، صدای هورا و هلهله، صدای به هم خوردن قاشق چنگال ها. کیک تولد آقای حیدری را آورده بودند. رویش پر از شمع‌های کوچک زرد و قرمز بود. آقای عزیزی لرزید. زنش پرسید حاضری؟ آقای هاشمی ذوق کرد. دست زد و توی جایش بالا و پایین پرید. آقای انوری گفت حالا وقتشه. یالا. آقای عزیزی با خودش گفت نه اینطوری نمیشه. دارن نگام میکنن. باید یه جوری برم که کسی نفهمه. بهترین کار اینه که برم تو دستشویی در رو قفل کنم. وقتی دیدم سرشون گرمه از پنجره حموم میپرم تو حیات خلوت، میرم تو آشپزخونه، از در عقب آشپزخونه میرم تو گلخونه، گوش میدم خبری نیست، چهار دست و پا از لای گلدونا رد میشم، میام بیرون، خودمو میرسونم به آلاچیق، میرم روش، میپرم رو دیوار، میرم رو تیر چراغ برق، آویزون میشم، سر میخورم، میام پایین توی کوچم، نگاه میکنم کسی مواظبم نیست، میدوم، میپیچم دست راست، باز میدوم، میپیچم دست چپ، دور میشم، دور، بازم دورتر. چه نیرویی پیدا کردم، چه سرعتی. تنم سنگینی گوشتیشو از دست داده و زمین قوه جاذبه‌شو. میرم میرم، اوج میگیرم، انگار خارج از مدار زمینم، شناورم، هیچ کس و هیچ چیز به گردم نمیرسه، حتی باد، حتی نور. صدایی کنار گوشش گفت برو اون وسط میونه همه. آقای عزیزی به صورتهایی که کنار صورتش بودند نگاه کرد. آقای انوری گفت بلند بخون. آقای هاشمی زیر بغلش را گرفت و بلندش کرد. آقای عسکری خندید، پرسید خواب بودی؟ شیرین خانم گفت ولش کنین، نمیخواد بخونه. راه را برایش باز کردند. عکاس گفت آقا اجازه بدین یه عکس تکی از شما بگیرم. یک نفر پرسید چی میخواد بخونه؟ یک نفر از پشت هلش داد. زنش گفت ساکت شین، شوهرم میخواد بخونه. آقای عزیزی به زحمت نفس کشید. همه منتظر بودند، میخندیدند، دورش حلقه زده بودند، با چنگال به بشقاب‌هایشان میکوبیدند. یک نفر گفت برین کنار، اجازه بدین. یک نفر گوشه آستینش را کشید، یک نفر زیر بازویش را گرفته بود. آقای عزیزی با چشم دنبال درگشت، اطرافش پر از دست و چشم و دهان بود. دید که وسط اتاق است. دید که دارد دور خودش میچرخد. یک نفر چراغ اتاق را خاموش و روشن می کرد. صداها دست جمعی تکرار می کردند. عزیزی باید بخونه. عزیزی باید بخونه. آقای عزیزی به آدمی فکر کرد که توی کوچه بود، که بال و پر در آورده بود، که جایی دیگر بود، که رفته بود. زنش گفت زود باش، همه رو معطل کردی. یک نفر گفت آقا ما منتظر آواز شماییم. آقای عزیزی حس کرد سرش گیج می رود و قلبش از همیشه سنگین تر شده است. دلش می خواست داد بزند. دلش می خواست همه چیزها را بزند بشکند. با خودش گفت کدوم آواز؟ به من چه که تولد حیدریه؟ اگه خیلی خوشه خودش بخونه. مگه نه این که موفق و خوشبخته؟ مگه نه این که فاتح و برنده است؟ پس چرا کز کرده یه گوشه و صداش در نمیاد؟ چرا ماتش برده؟ چرا رنگش پریده؟
نگاش کنین چطوری به شمعای روکیکش نگاه میکنه. 40 سال از زندگیش اونجاست لای خامها و زرده های تخم مرغ. براش چی بخونم؟ سرود عشق یا سرود آزادی یا سرود مرگ؟ کیک تولد آقای حیدری توی دهانها بود. یک نفر گفت دست بزنین. آقای انوری با پشت سینی رنگ گرفته بود. آقای عزیزی با خودش گفت فقط کافیه که دهنم رو وا کنم و داد بزنم. زنش گفت بلندتر، شادتر. آقای هاشمی گفت بیاین دستامون رو تو هم حلقه کنیم، بیاین با هم بخونیم. همه شروع کردند به خواندن یک صدا از ته دل. آقای عزیزی به گلویش فشار آورد. زنش گفت چته؟ چرا دهنت وامونده؟ رفقا می رخصیدند. رفقا مست کرده بودند. آقای هاشمی لیوانش را روی پیشانیش گذاشته بود و شانه‌هایش را می لرزاند. چند نفر لای دست و پا گوشه دیوار چون باتمه زده بودند و با عجله ورق بازی می کردند. یک نفر حالش بد بود و توی دستشویی اوق می زد. یک نفر گفت آقا حالتون خوب نیست؟ آقای عزیزی نگاهش کرد. آقای انوری گفت دست بزنین، دست دست. شیرین خانم گفت می خواین بریم بیرون راه بریم؟ آقای عزیزی نگاهش کرد. آقای هاشمی گفت پاشین بابا قر بدین، قر قر. زنش گفت عزیزم بهتره بشینی. آقای عزیزی نگاه کرد و دید دوباره سر جایش است. پشتی مبل زیر گردنش نرم و آشنا بود. پاهایش را زیر میز دراز کرد و از توی کفشهایش در آورد. انگشتهایش را باز و بسته کرد و میخچه دردناکش را به پایه میز مالید. دسته های مبل منتظر دست هایش بودند و کیک تولد آقای حیدری زیر دندانش همان طعم همیشگی را داشت.